سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. انشالله که حالتون خوب بوده باشه و خوب باشید هر جا که هستید. امروز میخوام بهتون بگم که سالاد ماکارانی رو چه شکلی با هم درست کنیم و مواد لازمش رو اینجا گذاشتم که بریم با هم ببینیم. اینجا پیازچه دارم که خیلی مهمه برای طعم و بو عطر این سالاد، خیلی خوبه. بعد دو تا هویج رو پوست گرفتم، داخل آبی جوش گذاشتم، تقریبا پخته ای زرس پخته نیم پس در بمونه بهتره. کمی هم نخود فرنگی، حالا به خاطر که سبزیجات خوبه، حالا دوست داشتین میتونید بزنید، نداشتیم اگه نبود اشکال نداره. من اینجا خیارشورم دارم تقریبا دو عدد، یه بسته تون مایی دارم که روغنشو قشنگ میگیرم بعد میزنم. بعد از این ماکارونی استفاده میکنم، تقریبا نصف ماکارونی رو برای این مواد میزنم. بعد اینجا فلفل سیاه داریم، نمک داریم. برای ساسش هم من از ماست سفت استفاده میکنم و شیرین، سس مایونز و کمی هم آب لیمو. خب بریم که ما با هم مواد خرد کنیم. عزیزان ما آب رو گذاشتیم که به جوش بیاد برای آماده کردن سالاد ماکارانی. خب داخل آب جوش ما نمک میزنیم به اندازه کافی، کمی روغن میزنیم بهش که پاستا آب هم نچسبه. نصف پاستا کافیه برای این مواد. خب ما این پاستا رو میذاریم به مدت تقریبا 10-12 دقیقه خوب بپزه با شعله ملایم. از اون من تست میکنم بهتون میگم، چون که این قشنگ باید بپزه. خب عزیزان پاستای ما پختش به اینجا رسیده. دوستان من اینو دیدم که یه خورده پاستا دیر پزه، این به شکل پروانه ایش شما خودتونم میدونید، بعد اینو بگیرید اینجوری تست کنید. حالا من گفتم زمان پختش چقدره، ولی زمان نمیشه آدم براش تعیین کرد، چون که این به صورت پاپیون هستش، این داخلاش ممکنه بعضی موقع خام بمونه. تا حدی که پخته بشه باید اینو ببینید، چک کنید. و اینجوری تست میکنیم، یه دونه رو با چنگال بر میداریم، وسطش رو میشکنیم، باز میکنیم ببینیم که خام مونده یا نه. تست میکنیم، اگه دیدیم پخته بود دیگه آبکش میکنیم. به نظر من که الان پخته الان آماده است که آبکش کنیم. خب من اینو پاستا رو آبکش میکنم و آب سرد رو روش میگیریم سریع. خب عزیزان ما موادمون آماده است. سبزیجات من به این شکل خرد کردم. من این هویجا رو به این شکل خرد کردم به خاطر اینکه پاستا پروانه ای هست، شکلش قشنگ تره. و همینطور خیارشورا رو درشت‌تر برداشتم که مزه بهتر میده زیر دندون، میتونید هم رنده کنید. و این پیازچا رو همین شکلی خرد کردم. من میرم که مواد داخلش و سسش رو آماده کنم که با هم مخلوط کنیم. من اینجا همه چیز رو بهتون میگم به شکل ساده است عزیزان. حدودا 2 قاشق غذاخوری ماست سفت میریزیم. بعد ماست رو کنار دستمون نگه میداریم، اگر دیدیم که
کمی احتیاج داشت بعدن بهش اضافه میکنیم. شعار من همیشه این هستش که غذا راحت، سالم و رژیمی باشه. تقریبا من سس کمتر میریزم، یکی اون نصف قاشق میریزم. درسته که مزه این همش به سسه، ولی ما میتونیم با چیزای دیگه هم طعم‌دارترش کنیم. اینجا ما نمک و فلفلش هم میریزیم، یک قاشق چای خوری تقریبا فلفل سیاه داریم. حالا میتونی کمتر هم بریزی، اینم دلخواه عزیزان، نمک و فلفلش. در عین درست کردن حالا هی میچشیم ببینیم چقدر احتیاج به نمک داره. من نمکش کمتر میریزم به خاطر اینکه خیارشورامون هم شوره. و اینجا یه نصف تقریبا یک قاشق غذاخوری آب لیمو میریزم، چون که این آب لیمو هستش که طعم ترش خوبو بهش میده. ولی در حین حالا درست کردنم من بهتون میگم. عزیزان من اینجا یه بسته تون مایی دارم، این تون مایی رو کاملا به این شکل روغنشو میگیریم. حالا خیلی دوست دارن که با خود همین روغن بزنن، ولی به خاطر اینکه من زیاد دوست ندارم چرب باشه کاملا روغنشو میگیرم. این میتونه یه غذای خیلی خوب برای ورزشکاران عزیز باشه، حالا برای اینا که برای عزیزان که رژیم هستش. بچه ها خیلی دوست دارن این سالاد ماکارونی رو. من اینو روغنش کاملا به این شکل گرفتم. حالا ما میریم که سس رو با هم درست کنیم. یادم رفت بهتون بگم دوستان، شما میتونید بهش روغن زیتون هم بزنید. من هستش روغن زیتون الان کنار دستم، ولی من به خاطر اینکه میخوام رژیمی باشه بهش اضافه نمیکنم. خب اول در مرحله اول ما اول پاستا رو بهش اضافه میکنیم. بعد پاستا رو گذاشتیم، بعد از آب کش کردن قشنگ آبش که با آب خنک آب کشیدیم، میذاریم آبش گرفته بشه، چون که خیلی پاستا شل سالادمون شل نشه. بعد اینا رو من اول بهش اضافه میکنم که طعم خوب سوسو به خودش بگیره. عزیزان به این شکل اینا رو با هم قشنگ مخلوط میکنیم. و بعد از اینم اضافه میکنیم تون ماهی رو بهش. دوستان من واقعا دوست دارم نکته به نکته همه چی هست بهتون بگم با عشق. این سالاد واقعا طعم بی نظیری داره به خاطر همین خیارشوری که داخلش داره، به خاطر پیازچه‌ای که براش استفاده میشه. میشنید شما میتونید اونو با سر همین قاشق یا چنگال تون مایار باز کنید که له بشه. حالا خیلی دوست داره خورده درشت‌تر باشه که تون مایی دیده بشه، ولی بعضی هم دوست دارن له کنن. کمی له میکنیم اینو، ما همجوری به همین شکل دوباره مخلوط میکنیم حسابی مواد با هم خوب آغشته بشه به سس. بعد از اینم نوبت حالا فرقی نمیکنه سبزیجات عمر با هم میریزیم. خیارشور اول میریزم. من اینجا هویجم پختم، خیلی طعم خوب بهش میده عزیزان. و اینجا پیازچارم میریزم. به نظر من که یک کمی هم احتیاج به سس داره. میبینید چه سالاد رنگی خوبی میشه. این سالاد رو دوستان میتونید داخل یخچال بذارید قبل از مهمونیاتون یا قبل از سرو کردن یک ساعت دو ساعت. همینطوری یه ذره این غذا به صورت سردم خورده میشه و الانم که تازه درست کردیم میتونی همینجوری گرمم استفاده کنی، به خاطری که قشنگ همه مواد گرم و آبدار هستش. من که دوست دارم همینجوری استفاده کنی، ولی تو یخچال میذاریم یه خورده یه حالت سفتی میگیره به خودش. عزیزان من اینجا نخود سبزم دارم. حالا من نخود سبزو به باب میل خودم میزنم به خاطری که سبزیجات بیشتر استفاده بشه. هم شما اگه نداشتینم اشکالی نداره و میتونید تو این سالا چیزای دیگر هم اضافه بکنید، حالا ساقه کرفس، حالا یا فلفل دلمه، یا اگه خواستید از عطر و بوشون خوشتون میومد دوست داشتید. سالاد ما آماده است عزیزان، من اینا رو براتون سرو میکنم و نشون میدم بهتون. خب دوستان عزیزم این سالاد ماکارونی ما آماده شده. یه غذای خیلی ساده، خیلی خوشمزه و رژیمی هستش. من کمی روی همین سالاد با زیتون تزیین کردم
روش ریختم. شما میتونید با سلیقه خودتون بهترین تزیینات رو بکنید. و عزیزان من کمی روی کاهو ریختم که میتونید با کاهو میل کنید برای مجالستون. خیلی غذای سبک راحت و آسانی هستش. بعضی موقع آدم میمونه که چی درست کنی چی کار کنه. خیلی با همین مواد کم من این سالاد آماده کردم. خیلی مدت کم برای 4 نفر حدودا این سالاد کافیه. خیلی هم طعم خوبی داره. همین موادی که بهتون گفتم برای همه سش اندازه و کافی بود. دوستان عزیزم من امیدوارم که با تمام تلاشی که میکنم این تجربیات خودم رو و نکته هایی رو که لازم هستش من به شما گفته باشم و بگم. یادم نره چیزی. من آدم رسمی نیستم. دوستان عزیزم من دوست دارم خیلی خودمونی باشم ولی دوستم ندارم که به شما بگم بچه ها. ولی اگر شما اجازه بدید من از این بعد بهتون میگم بچه های عزیز این غذای ما آماده است. امیدوارم که شما درست کنید، تست کنید، امتحان کنید و خوشتون بیاد. و اگرم که دوست داشتید لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. لطفاً اون زنگوله رو بزنید. من چشم انتظارتون هستم عزیزان. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه، هر جایی که هستید در کنار خانواده به همه آرزوهاتون برسید. قربونتون برم. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.